حمله خونین هفته قبل بر شفاخانه سردار محمد داود خان با واکنش های جدی شهروندان کشور روبرو شد و پرسش های جدی را مبنی بر چگونگی انجام این حمله در ذهن هر شهروند خلق کرد. اما حالا هیئت حقیقت‌یاب این رویداد میگوید مهاجمان با استفاده از تردد بیشتر و غفلت کارمندان این شفاخانه وارد شدند، ولی در پیوند به این حادثه 24 تن بازداشت و تحقیقات از آنان جریان دارد. دروازه توسط یک غفلت داخل شده که شخصی که در این مورد غفلت کرده زیر نظارت است. این مسئله ما کارهای ابتدایی که در او رابطه نیاز هست او کارها را ما انجام دادیم. شما مطمئن باشین هم مالک واسطه و هم کسی که در این رابطه غفلت کرده و واسطه را اجازه داده داخل شده تحقیقات ما جریان دارد. این هیئت چگونگی این حمله را حادثه تروریستی خوانده میگوید اشخاصی که با دشمن همکاری کردند مورد بازجویی قرار خواهند گرفت. گفته می شود این حمله در خارج از کشور تحریزی شده بود و توسط اتباع داخلی و خارجی انجام شده است. بدون شک این کسایی که در اینجا آمدن اتباع داخلی و خارجی هستند، هم افغان هستند و هم خارجی، ولی کار بالا از این جریان داره. ایجاب از این میکنه که ما کمکی دمید کل ما تحمل داشته باشیم. پروسه پیچیده هست و ای همه شما میدانین که قضایا وقتی که صورت میگیره، اگر دایش مسئولیت میگیره و یا کسای دیگه مسئولیت میگیرن، همه این نقشه ها از بیرون کشور تنظیم میشه. به دلایل از این که ما امو سلسله را تانسته باشیم که با یک شفافیت مطلق، با یک تشخیصی بهتر به هموطنهای خود فردا بازگو کرده باشیم. بیمارستان سردار محمد داود خان جایی که روزانه حدود 4 از